دشمنا خاص وهابیت از این مجالس میترسه از مشکی میترسه از سینه زنی میترسه از پیرن در آوردن میترسه از زجه بکا عویل ندبه سرخه داد یا ابا عبدالله گفتن میترسن جگرشون خون میشه بیکی از مطالب احیای امر همینه ایسکای سلباتی گذاشته چای میده سرسداز برو بیاز یه نواری گذاشتن زیارت عاشورای مدداحی داره میخونه شیخ عبدالزرهای کعبی رحمت الله علی مرحوم های قزبینی مقتلی داره میخونن رحمت الله علی میرن جماعت میان اسفند دود کردن سرسداز دشمن کور میشه از دود این اسفند ها یعنی یه خیمه بزنید یه زیارت عاشورا زبط بذارید توش یه نفر بره گوشش بشین هیچ که نباشه این احیای امره خدا به این واسطه برکاتش رو بر خلق نازل میکنه رحم الله من احیا امرنا خود رفت آمدش پرچم زدنش یه وقت نگاه میکنی مجلس ده نفره اما بینی سی تا پرچم از سر کوچه تا کجا زدن لامپ زدن اینا احیای امره زنده نگه داشتن امره حلمید سعی کنیم نشستنامون تو مجالس امام حسین بیشتر باشه تو خونه عمه و خاله و تقی چطور میچسبیم به سله ارحام روایاتش در مورد سله ارحام اما فرمود انا و علی و ابا با الامه بعد فرمود سله ارحام سله به پیغمبر احادیث شلاغل اون کتاب الان دم دسته مرحوم فقیه احمد آبادی رحمت الله مکشال مکارن ترجمه هم شد آی حائری ترجمه کرد زنده است سید حفظ الله اونجا ببینید سله به رسول خدا به امیر المؤمنین به حضرت زهرا به امام حسن به اهل بیت سلام الله علیهم یکی زیارت امام زادگانه دیگه شرکت در مجالس امام حسین و اهل بیت مجلس گرفته چطور فی عشیت کل خمیزن بعض روایات امروز شنبه بعض روایات یک شنبه بریم سر قبر بستگانمون دستور رسیده قبور اهل بیت نه تمام تفریح های خانوادگی یه وقت شخص انجام میده مجلس ها جشن تولد باشه به تا مقدار که شرعیه اما نوبت به زیارت میرسیم که اوزا احوال جیب یه وقت این در طول سال اندازه ده تا کربلا شخص ولخرجی کرده نوبت به اونجا میرسه بله البته خب ذالک فضل الله یعطیه من یشاء هر پولی هم نمیره اونجا رحم الله من احیا امرنا تعلیف کتاب مثل مجلسی علیه رحمت و رزوان صد و ده کتاب یکی از صد و ده کتابش بحار الانوار صد و دوازده جلد با چاپ های مختلف ها صد و ده یازده یکیش صد و ده دوازده جلد ای احیای امر بستگان مجلسی کو ما اون مجلسی حی العلماء باقون ما بقی الدهر چی بوده در خونه اهل بیت بوده نوکری در این خانه کرد هر کس به هر طریقی میتونه یک کف کردن احیای امر یک کتیبه زدن احیای امر دو تا استکان از سر را برداشتن احیای امره المعروف علا قدر المعرفه که فرمود یه گوشه رو یه استکان اون به اون شخص حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود ما میگیم بنویسن اسمش یه استکان جا به جا کرد چون مربوط به ماست بعد یکی از امورات احیای امر که عزاداری بود درش دقیق بودند چطور چل پنجاه روز قبل از محرم مواظب چشمشون بودند برای اینکه در محرم بتونن عشق بریزن به هر چیزی نگاه نمی کردن لغمر ملاحظه داشتن العینو برای دو قلب اداره پستشه هرچی چی نگاه کنم بعد هر چه دیده بیند دل کند یاد چل پنجاه روز مراقب دستشون بودم حتی با اهل معصیت دست ندن به خطا نره نزنن تو گوشین ایش آخر نشکنن چه نکنن چه نکنن بی خودی نکوبم لحوش کنم بعض وقتا دیدی یه خودکار برداشته داره خط خط میکنه چرا؟ برای اینکه با این دست سینه بتونه بزنه کتیبه بزنه ظرف بشوره کف جفت کنه بتونه با این دست عشق برطرف کنه وقتی معاصی سنگینش میکنه نمیتونی ببری بالا تباکی کنی عشق نمیاد تباکی کنه چل پنج آهلوز مراقب گوششون بودن از موسیقی قیبت تهمت دروغ شنیدن لحویات برای اینکه خدا توفیق بده روزه سید و شهده علیه السلام رو گوش کنن چون بعضی وقتا که انفی هم لم ها قرآن مفرمه سنگینی در گوش ها نمیشن اون سنگینی معاصیه اینقدر ملاحظه مراقب زبانشون بودن چل پنجه روز از همه چیز زبان که سنگین شد به معاصی پنجره که آلوده شد به معازی حالا میخواد نام اهل بیت به زبان جاری کنه لذا گاه خود میریم مثلا حتی سلاماتی فرستاده میشه ذکری گفته میشه این دهان باز نمیشه بعضی ها که گرفته دهن راحت باستاده نشسته مداح را دود زاکر داره راسی شعری رو میخونه میگه این قسمت رو تکرار کنید میخوان قسمت رو تکرار کنه مینه صدای بعضی ها مختصر با اینقدر چل پنجاه روز مراقب زبانشون بودند برای اینکه بتونن حتی زیارت عاشورا بخونن جواب و ذکر رو تکرار کنند دارن سینه زنی میکنن نه فقط بگن چهار تا جوان جواب بدن یا سه چهار نفر وسط مجلس جواب بدن پس مراقب گوش بودند چشم بودن زبان بودن دست بودن چل پنجاه روز قبل از محرم تا بعد بتونن خوب گریه کنن با این چشم خوب ذکر رو بگن نام ابو عبدالله سلام الله علیه و اهل بیت روزه رو بشنومن کار کنن قدم هاشون ملاحظه داشت هر جا نمیرفتن که پاس سنگین نشه بتونن برن به مجالس سید و شهدالس لغمارم همینجور چون قضای مجلس اهل بیت خاص سید و و علیه السلام سبقت الله میگیره رنگ خدایی میگیره ای با غذای خونه و رستوران و خونه خاله و عمه جداز کسی نباید بره مجلس امام حسین علیه سم این طورش بود شور بود تلخ بود مربوط به من نیست توفیق میخواد خوردنش اون عالم بینیم میریزه تو سفره در احوالش هست اگر موی نخی به قول حالا یا در نوشابه چیزی بود بر می داشت بقیه بریزین توی قابلمه نمیخورم جلو جلوب مرغ و چیزی نریزید بیا ادبی میشه چه برسه به اینکه بیاد آن نمیخوره ما این چیزا تو خونه ما نه ما از این لغما توفیق نداشتیم بخوریم ذالک به ما قدمت تیدی همه